سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز توجه کنید به تعداد خبرهای اقتصادی که در طول روز به دست ما قرار گرفته است مسئولان ریاست تجارت و صنایع بلخ میگوید نرخ تیل و گاز در بازارهای مزار شریف حدود 30 درصد کاهش یافته است شیر احمد سپاهیزاده رئیس تجارت و صنایع بلخ میگوید تاجران تیل و گاز دوباره با شرکت های کشورهای همسایه قرارداد بسته اند تا نرخ مواد نفتی را در همین حد یا پایین تر نگه دارند اروپایی ها در حال به استقبال کریسمس و سپس سال جدید میلادی می روند که امسال به دلیل گرمای هوا برف چندان بر زمین ننشسته و استفاده از پیست اسکی بسیار محدود شده است به همین دلیل آغاز به کار برخی از بزرگترین استراحتگاه های های آلپ به تاخیر افتاده است و برخی استراحتگاه ها نیز به برف مصنوعی روی آورده اند مدیر یکی از پیست اسکی در منطقه اشپیتزنزه آلمان میگوید از لحاظ اقتصادی درآمد کمتری خواهیم داشت زیرا این تعطیلات معمولا شلوغترین فصل کاری ما در زمستان است ما تعطیلات مای فوریه را نیز داریم که معمولا مردم زیاد می آیند بنابراین درآمد بد نیست باید برای صحبت درباره بیلان مالی تا پایان زمستان منتظر ماند رئیس جمهور غنی می گوید هندوستان در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کرده و همکاری های دهلی نو با گونه صادقانه ادامه دارد. نخست وزیر هند نیز می گوید کشورش از برنامه های توسعه افغانستان حمایت می کند. این مقام هندی گفته است به همین دلیل دهلی نو تلاش دارد که افغانستان از طریق بندر چابهار به بهر وصل شود. و برای بحث بیشتر غلام فروغ نظری عضو کمیسیون اقتصاد ملی با ما هستند. واقعی نظری خیلی خوش ملین. سلام به شما شما. سلام. و آقای نظری کمک های هند در بخش پروژه های زیر بنایی در افغانستان چقدر می تواند که نیازمندی حکومت مرفوع بسازد؟ اول خود ما باید از دولت هندوستان سپاسگزاری و تشکر بکنیم و قدردانی بکنیم که واقعا بله. در این آخر از همسایه ما کسی پیدا شد و همسایه بسیار خوبی که کمک قابل ملایزی برای ملت افغانستان یقینند. کرده و خصوصا در خانه ملت ترک ساخته واقعا زیباترین یک خانه ساخته که در آسیا بی است و جای داره که مجددا از اونا هزار سپاس و تشکر بکنه کمک های هندوستان بسیار معصر است از نقطه نظر اقتصادی اگر بند سلمای که فعلا هندوستان در ولایت هرات ساخته که اضافه تر از چل یا چل دو برق تولید میکنه و شما ببینید که یک قسمت زیادی از مشکل مردم حرات مرفو میکنه بله. و آب از این هزارا یکتار زمین زراعتی ما با کشت و کار میفتکه بله. و هزارا نفر ما در کار میفتکه و سنتگر ما در این برقی کام آمده به سنعت پیش میره کارایش اینمی خودش دیگه واقعا در زربنایی کمک های اقتصادی مؤثر واقع میشه یا حرف دیگی که بیشتر فرمودم که 500 نفر برای شهدا و برای بازماندگان شهدای ما که برای ستاج میکنم واره که برای کورسای ماستری و تخصص میپذیرم واقعا این یک یک خدمت بسیار خوب است برای جوانان ما و از نقطه نظر اقتصادی بسیار تاثیرگذار است همی فعلا در این شرایط ما 500 نفر فامیل شهید ما که او توان نداره چی زکور است و چی اوناس است یا بتانم برم خارج از کشور تحصیل خود دوام بدم و اینا مفت و رایگان در اونجا همه امکانات برش آماده شده و اینا تحصیل میکنه این خب واقعا یک سرمایه است و یک اقتصاد بسیار برای ما تحصیل است آقای نظری به نظر شما برس های تحصیلی هن برای دانش آموزان افغان چقدر میتواند که افغانستان را به صاحب البته کادرهای عالی و تخصصی بسازن من فکر میکنم که امروز در نه در افغانستان در جهان تأثیر گذار زبان است که زبان ملی است و زبان بین المللی است که زبان انگلیس انگلیسی است و این هم یکی از زبان های انگلیسی را درس میته و این بسیار تأثیر داره برای جوانان ما و در آینده ما میتونیم کدرهای خوبی داشته باشیم، ماسترهای خوبی داشته باشیم و و علش پست کار تا یک از این چالش و مشکلات هایی که فعلا دوچار از دامن گیر هستیم از این خوب بیاری خدا نجات بیاد آقای نظری چی فکر میکنید که در گذشته چقدر کار به اهل کار سپرده شده در گذشته کار به علش سپرده بود کار روی یک روابط ها بود روی یک روابط بود قد صرف روی یک روابط ها کار به علش سپرده می همی همیه فعلا هم که ما و شما هستیم کار به علش سپرده هنوز به شکل شاید باید نشده ممکن یک د بیس فیصد اگر شده باشه همه تا کار به علش سپرده نشده اگر کار به علش سپرده باشه ما فکر میکنم که مشکل اقتصادی ما خیلی بزرگترین فرصت حل میشه. همو ما از این چالش و بدبختی که فعلا به پریشانی زندگی میکنیم به گرسنگی زندگی میکنیم مواد قضایی سه و قیمتهای بسیار پایان هست فعلا همه چون ارز تقاضا نیست و ایلاس این مشکل اقتصادی هر چیز به خود یک. به اصطلاح بله. اقتصاددان به کار داره اگر یک شخص در رأس او اداره که مربوط به اقتصاد است اقتصاددان باشه او میتونه که مشکل مردم افغانستان حل بکنه اما اگر یک آدمی که مسلکش پیلوت باشه بیا به جای اقتصاد بشینه و فکر میکنم که موفق نیست اما فعلا در افغانستان در این شکل جریان داره بله آیا آینده هم به این روال ادامه پیدا خب ما امیدواری داریم ما امیدواری داریم و مدت یک سال بیشتر و کمتر از حکومت وحدت ملی میگذره تا بال خو که در ابتدا در زمان کمپاین ها گفته میشد تا اونها عملی نشده و امیدوار هستیم و تقاضا میکنیم از پشت از این میکروفون از جناب رئیس جمهور و جناب رئیس های جایه به اجرایه که در فای اول خود تعقیب بکنم و از اونها حمایت پشتیبانی میکنم و کار به علش بسپرم و کشور بدبختر بدبخت ما را از یالت نشد بود. آقای نظری چی فکر میکنید حرف هایی که از آغاز حکومت وحدت ملی تا حال عملی نشده شما علت در کجا میبینید؟ خب چالش ها مشکل و مشکلات, مشکلات ها چالش و مشکلات ها هست و این ما نادیده باید نگیریم که بعضی مشکلات ها و چالش ها هست در یک کشوری که یک حکومت وحدت ملی نو تشکیل از به میان بیایه و این دو تیم باشه و حتما در این بعض موارد بعضی اختلافات پیدا میشه و این علت هم علتش علت از اختلافات درونی بوده امیدوار هستیم که روز به روز این کم شده بره و این مانیایی که سر راه مانده است یا برداشته باشه تا اینکه مردم افغانستان دیگه بتونه با یک نفس راحتی بکشه آقای نظری چی فکر میکنید هند پس از ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده بر افغانستان است این کمک ها به کدام منظور است آیا این کمک ها به منظور رقابت با پاکستان است و یا اینکه هند میخواهد که کشور متحد به افغانستان البته افغانستان باثبات میخواهد خب این ای دیگه ما این سوال شما رو میمانیم برای خود کشور هندوستان که اونا پیش خود چی تحلیل دارن و چی میکنن که این رقابت با, 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 پاکستان با افغانستان کمک میکنن یا ای که میخوایم افغانستان یک کشور باسوات بشه و در کنارشان باشه هما ایره ما میخوایم بگویم که هندوستان هم تنها با زندگی کردن برش دشوار است بدون افغانستان افغانستان هم ضرورت داره بر افغانستان هم ضرورت داره از هر نقطه نظری که شما فکر میکنیم هم نقطه نظر اقتصادی ضرورت داره هم از نقطه نظر سیاسی ضرورت داره هم از نقطه نظر صادرات امیال فعلا ضرورت داره امیال 80 90 فیصد ما میوه خشکی که داریم همیال صادرات در تاریخ لاور و چمن و یا میره به هندستان یعنی هندستان ما فکر میکنم که میخواد، که افغانستان هم یک کشور باسواد باشه و یک رمسوایی خوب باشه یک روابط نیک داشته باشم اصله داشته باشم که در آینده بتونم روابط اقتصادی خود بیشتر تقویه بکنم و به شکل کلانتر و بزرگتر بسازم من فکر میکنم که نیتش همه چیز قد باشه تعهد که هند برای وصل کردن افغانستان از طریق بندر چابهار به بحر کرده است این حرفا چقدر حقیقت داره و آیا چقدر جنبه عملی خواهد؟ من فکر میکنم چیزی که میگه آجت از چیزی که بیان است چی به یک جملی هست چیزی که آجت از چی به بیان است یک جمله هست سال فراموش کردم بگویم هندوستان ثابت ساخته هندوستان ثابت ساخته که به حرف خود برای افغانستان بسیار صادقانه عمل کرده و سر از این بسیار استاد شده و همیش کارهایی که داشته حرفی که زده سر حرف خود حساب کرده و کوشش کرده که او را به عمل برای مردم افغانستان نشان بده و اگر نه چی ضرورت داشتک حال بند سلما را صحبت کرد تونه افتتایش شما شاید افتتایش بودیم خانه ملت پالامان شما دیدیم شاید افتتایش بودیم که بسار و پانزه جریب زمین یک تمیر بسار مدر که در آسیا نیست یا مثلا سه بال های جنگی ما را الیکوپتر بری ما داده یک بال دیگه هم تا آینده بسیار نزدیک میرسه ما فکر میکنم که دیگه کمک که قبلا برای سرویز شهری که بر ما شما چند سال قبل داده آیا سایر کمک ها کرده ما فکر میکنم که هندوستان به کمک و عرف خود استاد است و انشاءالله امیدواری بسیار زیاد است که ما در بر را پیدا بکنیم و از این مشکلات هایی که مانی که در مسیر راه ما همیشه همسایه ما میمان امیدوار هستیم که از این خلاص بشیم و ما بتونیم از طریق بر کالای خود هم انتقال بدیم صادرات خود و هم واردات خود تسلیم بشیم چقدر مشکلات ما حل خواهد شد با, من فکر میکنون با میکنون وصل که بسیار شدن بسیار زیاد به اقتصاد ما کمک میرسیم <applause> بسیار زیاد اقتصاد ما کمک میرسه ما میال فعلا از هر بنادری که شما فکر میکنیم روزانه اضافه تر از هزار از یا یک نیم هزار از کانتینر جنس شما انتقال رد و بدل میکنیم اما او همیال فعلا که از طریق بندر اگر میایه اگر حال به, به پنج هزار وقت ممکن به 500 به دلار برسه این یک چقدر ببینید که چقدر روزانه به مفاد ملت افغانستان میشه این هر حرفی که سالها ما با این انتظار و بی امید بودیم و ما همیشه از این دوستان سپاسگزاری خواهد بکنیم که ایر ما بر را پیدا بکنیم ایمار بندر چابهار چه،, چه, وقت از چه زمان میشه که شروع شده آقای نظری؟ خب بندر چابهار خو مدت بسیار زیاد میشه اماره. که سر از او کار میکنم و از او طرف ایرانیا کارش آماده است و از این طرف ما هم انشالله کارش فزیترین فرصت آماده میشه که در این سمت این دوستانی ها بسیار خوبی دادم که ما کمک های خوبی میکنیم و این کار را او ها بوده گرفتم و ما مطمئن هستیم که واقعا بی دوستی ما دوستی بسیار بیالایش است و مطمئن که ملت افغانستان مردم افغانستان پارلمان افغانستان که انشالله ای به وعده خود بفا میکنه امیدوار هستیم که با ایندی بسیار نزدیک ای به برابر داری آقای نظری کمک که قبلا کشور هند کرده در گذشته ها چقدر ازی در بخش که کمک شده به مصرف رسیده صادقانه و چقدر زی این عملی نشده با؟ جیب خب، اگر که ما اگر ما به سر از حرف بپیچیم بله. ای در 14 سال گذشته بلیاردها دلار در افغانستان سرزیر شده و 20 فیصد بنا 20 فیصد ازیر یا 15 فیصد از, از, فیصد از, از تقریبا درمی مقدار به نفع مردم افغانستان بوده و باقی مونده کلی که به جیبای افراد و اشخاص زرمند رفته که اون ها و ساختمان ها در خارج و داخل به خود ساختن برجا و غیره و زالک و یه اما <applause> باز هم ما از حکمت هندوستان از دولت هندوستان از ملت هندوستان سپاسگزاری میکنیم و کمک خود کردم ای که ما نتونستیم به شکل درست پول مصارف بکنه و پول یک دیش زورمندا گرفته و کار داخلی ما است شما علت را در چه میبینید که در همین چندین خب سال ناتوانی... گذشته اینقدر پول ها حیف و مایل شد خب ناتوانی حکمت بوده ناتوانی حکمت بود در 13 14 سال گذشته ما نمیگوییم ما نادیده نمیگیریم که در 14 سال گذشته کار صورت نگرفته کار صورت گرفته این حال بیایم بگوریم قضاوت عادلانه باید داشته باشیم کار صورت گرفته دموکراسی نبوده دموکراسی شده قانون اساسی نبوده قانون اساسی شده سرکای القوی نبوده شده وردور ما نداشتیم اردوی ما تشکیل شده پلیس ملی نداشتیم پلیس ملی ما تشکیل تشکیل شده امنیت ملی نداشتیم امنیت ملی ما تشکیل شده سلکای الخی ما شده مثلا معارف ما کاملا زیر صفر بود خارای ما محروم بود معارف ما امروز توصیه بسیار خوبی شده تحصیلات عالی ما بسیار خوب شده چی از خارا چی از برادرا بالاخره در سطح وزارت در سطح تمام هدارات شهر و بلند منزل ها و ساختمان ها شده اما اون با آن قدری که ملت افغانستان انتظار داشت و با آن دیگه سرماهی ما در اینجا جان با ما کمک کرد به اون صورت نشده اون را نشده و زورمانده از استفاده کرده در زمان حکومت آقای کرزی که شده دیگه امیدوار هستیم که خدا روز شبیار است پای میز محاسبه برسه افغانستان به یک شکل آرام شه از جنگ و جدل دخ گمشه که محاسبه بشه که نمی مبلغ ها انگفت انگفت کجا شد آقای نظری چی تضمین وجود داره کمک هایی که فعلا شده و کمک هایی که در آینده میشه باز هم مثل سالهای قبل به هدر نره و چند نفره که دست از اونها به فساد آلوده هست به جیب اون کسا نره خب تضمینی خو وجود نداره و ایلا ما نمیخوایم بگوییم که تزمینی وجود داره هما فعلا از زمان حکومت دکتر سباشتفقنی فساد در حصه کمک های خارجی بسیار کمتر است در قراردادها کمتر دیده میشه اما در سایر ادارات که فساد هست او هنوز فساد گم نشده و فساد بیداد میکنه اما در این حصه کمتر دیده میشه و امیدوار هستیم که روز به روز این توصیه ببخشه و جلوگیری بیشتر بشه تا که به خیر و صلاح مملکت و ملت افغانستان تمام آقای نظری قبلا گفتیم که در گذشته حکومت وحد... حکومت پلان منظم نداشته و پلانی که حکومت جدید باید داشته باشد چگونه باید باشه خب پلان ایست که خ... خواهرم که وقتی که در یک حکومت کار به علش سپرده نشه <applause> در یک وزارتی که وزارت تجارت باشه باید یک وزیر از یک اقتصاددان باشه سابقه کاری داشته باشه تجربه داشته باشه و بتانه که راه های تجارتی را پیدا بکنه که به نفع ملت افغانستان میشه اما اگر یک سه منصب پولیس شما میبرین در وزارت تجارت من فکر میکنم که موفق نیست قبلا گذشت ها اینمی شکل بود هر کس به اساس زورمندی به اساس قوات به اساس تنظیمی به اساس گروپی به اساس سلقای شخصی در وزارت ها جای به جای میشد و پولام هم حیف میل میشد امیدوار هستیم که آقای غنی و دکتر عبدالله این کار نکنه و از او پند بگیره که بس است دگه از این بیشتر این ملت مظلوم را دگه زیر فشار ندم بس است که امروز ملت به فقان آماده امروز خون مردم به جوش آماده امروز جوان ها میبینیم شما و خانوم و طفل ها امروز به خاطر یک لقمنان به دریا میخواین خدا قرق میکنم از گرسنگی و گشنگی یک خانوم یک آقا 16 سال تحصیل کرده و سند ماستری هم به دستش هست پشت هر دروازه میگرده کار برش پیدا نمیشه و مجبور میشه میره خودت به کشتن میده یا میره به طالب میره یا به القاعده میده اینا هم از مجبوریت است بس از دیگه این خون ملت به یقین خود نپردم و کوشش بکنم که حال دیگه کار به علش برم تا که مردم یک چهار روز یک نفس راحت بکشه و ما بتونیم یک افغانستان باسواد یک افغانستان بسیار با افتخار یک افغانستانی که بتونیم با همسایه ها اقلا یک سربسری کرده داشته باشه آقای نظری این که روزانه می بینیم هزاران جوان افغانستان رو ترک می و میرن از راه های قاشاقی قاشاقی قسم که شما هم قبلا گفتین این خود یک سرمایه نیست که جوان افغانستان ترک میکنن و به کشورهای بیرون میرن بلکه سرمایه نیست که کمر افغانستان شکسته میشه رای حل چی باید باشه؟ ها. روی حل ما پیشتر خدمت چون ارز کردم که روی حل که کار اگر به علش سپرده میشه و جوانان ما متخصصین ما انجینران ما دکتران ما به کار سپرده میشه زمینی کار برای از فراهم میشه هیچ وقت اینا افغانستان را ترک نمیکنه و افغانستان زادگاه از او هست و او به ایج وقت تو افغانستان رو فراموش نمیکنم و او ادی هم که همیال خارج از کشور رفته و قم افغانستان همیش دلسوز است و همیش اشکش میرزه که خدا روزی بیاره جنگ و جدل در افغانستان گم بکنه که یک یک لقمه نان بخور و نمیری پیدا کرده و ما پس برگردیم به افغانستان به خاک خود به وطن خود به مردم خود خدمت بکنیم اما راه حل شگانه راه حل نیست که حکمت باید کوشش بکنه زمینی کار فراهم بسازه کوشش بکنه برای تامین امنیت بسیار کوشش بکنه که تامین امنیت بشه مردم مطمئن بشه و کار بالش سپرده باشه تا امروز میبینیم که هنوز هم در ادارات دولتی فساد گسترده وجود دارد و هر جوانی که در ادارات دولتی مقرر میشه به اساس هم روابطی که با وزیر داره یا با موین داره با او مقرر میشه اما جوان هزاران جوان دیگه را میبینیم که تحصیل کردن ولی بیکار میگردن 100 معرف شما رو تایید میکنم و با کمک میکنم در حرف شما رو پشتیبانی میکنم با حمایت میکنم صد فیصد ای حرف وجود داره و می حرف هم هست همه ما از حکمت و ملی تقاضای ما ایست که اگر میخوای واقعا میخوای که فساد از افغانستان دور کنه بیایم که اقلا اگر پولیجای سنگین ما کار کرده نمیتونیم پولیجای متوسط شروع بکنیم اگر کوچک بگذاریم به سکتور خصوصی متوسط شروع بکنیم اگر ما امروز متوسط حکومت میتونه میتونه که شروع بکنه اگر ما یک چند فابریکی زو و آهن رو شروع بکنیم در چند ولایت اگر ما چند کارخانه سمیت رو شروع بکنیم اگر ما چند کارخانه ممسال از این گاز شبرغان رو شروع بکنیم به شکل درست و تصفیه یا نفت و یا گاز تیرپول هرات ما مثلا اگر شروع بکنیم یک چند بند برق به چند ولایت بسازیم من فکر میکنم که ب... بزرگترین خدمت برای فساد همیا است وقتی که ما اوایت پیدا بکنیم افسوده معاش داشته باشیم من فکر میکنم که فساد هم کمتر میشه و یک ادی هم کیرفی شده اونها را بسیار به ملت میتوانه که سرکوب بکنه آقای نظری علت چی بوده که در این چندین سال روی پروژه های زیربنایی کار نشدن خب با ها شغل که برای جوانان باید ایجاد میشد نشد اول خصوص تمدن در چند سال گذشته 20 سال و 25 سال گذشته در تمام دنیا در این شکل بود کم ضعیفتر بود اما از این اواخر که 13-14 سال که در افغانستان جنگ و جدل بوده و ما مصروف جنگ و جدل بودیم و نت خواستم هم حکمت مردان ما دولت مردان ما نخواستم که خدمت بیشتری بکنم که تا ای ملت افغانستان از این بدبختی نجات بیافت این واقعا قفلت حالا با کمک های کشور هند چقدر کشور های دیگر تشویق میشن که بیان به افغانستان سرمایه گذاری کنن؟ ما تقاضای ما از اکثریت کشورها ها چی همسایه است چی غیر همسایه است تقاضا و خواهش ما عزیز که افغانستان تنها نمانم افغانستان مردم بسیار با همت داره و برای افغانستان کمک بکنم تا ای که افغانستان از این حالت بیرون بشه و الله افغانستان ای دینر به اصطلاح و گردن خود نخط نخواهد بمانه و کمک های خوبی باید به با وقت و زمان خوشحالت برای همسایا بکنه اما از ساهر کشورهای اروپایی هم ما تقایی شما از است که طبق وعده که دادم امیدوار هستیم که وفا بکنم و در کمک با ما هم نظر و هم فکر باشم و کمک بکنم تا ای که در این سرمایه زمستان ملت افغانستان از این حالت نجات بیافه و اگر چند روز قبل آ... ایالات متحده امریکا یک پینجا میلیون دلار ویسی بسه... کاریابی بگم برای حکومت افغانستان بله. کمک کرد که او هم قابل قدر است و از سپاس سپاسگذاری و, و تشکر میکنه اما یک چیز بسیار خورد است برای ایالات متحده امریکا 500 میلیون دلار یک مقدار پول بسیار ای چیز خورد است و تقاضای من مینه نماینده ملت افغانستان ایست که از ایالات متحده آمریکا که حداقل 4 5 کارخانه بسیار بزرگ در پنج شهر افغانستان و افتتاح بکنه و تا ای از هر کارخانه 2 3 5000 نفر به کار بفته که تا این ملت از این بدبختی نجات بده اگر واقعا دوست است اگر واقعا خدمتگزار برای ملت است و اگر واقعا میخواهد که خودش هم آرام باشه و افغانستان آرام آیا حکومت افغانستان برای خواستها و بازم کمک های بیشتر از هند زیر تاثیر سیاست پاکستان نخواهد رفت؟ حکومت افغانستان و ملت افغانستان ما کدام مشکل با هیچ امسایه نداریم و یک کشور مستقل هستیم و مستقلانه عمل میکنیم و برای ما همه همسایه ها برادر است همسایه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی هم دوست بسیار نزدیک ما هست و ما هیچ وقت سر تاثیر کسی نخواهد بریم و کوشش ما هم همیست که ما روابط دیگه به دیپلماتی ما بسیار به شکل درست و خوب و منظم برقرار باشیم خیلی خوب آقای نظری در اخیر کوتاه حرفای شما رو میشنویم حرفای اخیرتان بفرمایید شما سوال کنی که جواب بدم <تصفح> خب سپاس از شما فکر کنم که وقت برنامه ختم است و حرفای اخیر شما رو هم نتونستیم بشنویم سپاس <تصفيق> <تصفيق> از اینکه در زیر بلاد بود <applause> حرفای, اخیر ما،, حرفای اخیر ما ایست که از خداوند مطال برای ملت افغانستان امنیت میخواییم آرامی میخواییم سپاس. و توانمندی میخواییم که عزی مجبوریت ها خدا ما را نجات بده و ما روزی در پای خود استاد باشیم و بتانیم با دنیا کمک سپاس غلام فاروق نظری عضو کمیسیون اقتصاد ملی از که در زیربنا با ما بودین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ بعد از خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 68 افغانی و سی پول یک یورو 74 افغانی و سی پول یک پوند انگلیسی 1101 افغانی و 20 پول یک در همه امارات 8 افغانی و 45 پول هزار تومان ایرانی 8 افغانی و 55 پول هزار کلدار پاکستانی 638 افغانی و, و, و هزار کلدار هندی 1030 و, و این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل یک گرم طلای کویتی 2200 افغانی یک گرم طلای سنگاپوری 2150 افغانی یک گرم طلای بحرینی دو هزار افغانی یک گرم طلای عربی دو هزار افغانی یک گرم طلای ایرانی هزار و هفت افغانی و یک گرم طلای روسی هزار و پنج و این هم نرخ مواد اولیه یک کیلو شکر چهل و یک افغانی یک بوری آرد خارجی 1610 افغانی یک بوری برنج خارجی 1970 افغانی یک لیتر تل پترول 46 افغانی و یک کیلو گاز 5 خب بیننده های عزیز این بود برنامه امروز تا فردا خدا نگهد.